خانم سادات، بهترین راهکار چی است؟ شما در مجلس نمایندگان این موضوع را پیگیری میکنین و حالا بهترین راهکار به نظرتون چی؟ تشکر. در مجلس نمایندگان من خب پیشترم به شما گفتم که منصوبین وزارت دفاع البته بخش تعلیم تربیتش که در کمیسیون آمده بودن متاسفانه مشکل ایجاد شد، ما نتونستیم این موضوع رو پیگیری کنیم، ولی در حالات سندی که اونا به کمیسیون تسلیم کردن مشرح بود در قسمت درصدی و در قسمت شرایط جلب و جذب در قسمت بورسیه ها. او سند بعد از اینکه مهمان ها رفتن چون آجندای ما نبود را مطالعه کردن، سر و صدای برآمد که این موضوع غیر عادلانه است، نادرست است، ولی نسبت مشکلات ما نتانستیم و نتانستیم را تحقیق و دنبال کنیم. اما فعلا هم تعطیلی هست و بعد از تعطیلی ممکن که ما گفتن نمیتونیم، چون یک کار شخصی نیست که یک نفر یک موضوع رو بخواید آجندا مطرح کنه و به نظر شخصی یک فرد یا یک دوست وکیل این موضوع در آجندا بیاید. اگر وکیل صاحب روی از این مورد متوجه شوند و یا یک حساسیت نشان بدن میتونه که در آجندا بیاید. سپاس. جناب جنرال، بهترین راهکار برای ازی که افغانستان دارای اردوی ملی واقعی مردم افغانستان باشه که تمام مردم هم در او خود ببینن و حاصل تخصص هم در نظر گرفته شود و برتری هم وجود نداشته باشه بین تخصص و مشارکت چی است؟ اول از همه ما بهترین ارکان حربا داریم که دور از اردو دور نگه داشته شده. نگه داشته شدن نگه داشته چی معنی؟ یعنی نمیمانه که بیاره در اردو و در تعلیم و تربیه نظامی افسران، در تعلیم و تربیه نظامی سربازان و غیره مصروف شوند. اینا را قصدن تعصب است، تعصب جنگ سرد هنوزم حاکم است در کشور و یا غربی ها نمیخواه یا دولت افغانستان نمیخواه که وارا جذب کند. اگر اونا را بیاره، مثلا وزیر صاحب داخله یا اسبق اتمر صاحب 16 صد افسران علی رتبه پلیس را از خارج و داخل پیدا کرد تا در تعلیم و تربیه پلیس مصروف شوند و اینمی هم شاید یکی از عوامل برطرف شدنش باشه. یا رئیس به عمومی امنیت ملی فعلی کوشش میکنه که افسران سابقه امنیت ملی را از هر جای از اروپا و هر جای پیدا کنه بیاره تا نظام امنیت ملی را ترتیب و تنظیم کنه و جور کنه. کاش که ای کاش در اردو هم امی کار بکنن و همه را بخواین و برشان بگه که آخرین وظیفه تان در هر جایی که بود با وظیفه تان بیاین و از همه اولتر از این که بالاتر گپی که هست برای امنیت ملی صلاحیت داده شوه وزارت دفاع، وزیر صاحب دفاع و منصوبین علی رتبه دفاع، وزارت دفاع چی نکنه مقاومت، ریاست امنیت ملی نظامی را در چوکات وزارت دفاع بپذیره، قبول کنه تا ما پرسنل وزارت دفاع. حالا مشخصا این درخواست باز به کار آغاز کردن از کدام زمان؟ ما خو مرحله های تاریخی مشخص در سال 71، از سال 71 وقتی که حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد و نمو افسرانی که چیز داشت سن و سالش، اگر سن و سالش چیز باشه، حتی از وقت داوود خان هم اگر کسی سن و سالش ایجاب کنه بیا خیر است. و امنیت ملی ما باید دامی صلاحیت و شایستگی پیدا کنه که وزارت دفاع را یک فیلتر کنه سپاس. از وجود دشمنان وطن و بدبختانه در هر دو وزارت، هم در وزارت دفاع هم در وزارت داخله، اجنتای دشمن و یا اعمال دشمن جا داره و این را باید ریاست عمومی امنیت ملی تثبیت کنه و چیزش کنه، بندیش کنه. تشکری. بهترین راهکار برای ملی شدن اردوی افغانستان است. آقای ریگستانی چی فکر میکنین؟ شما که میگین که اصل حضور قومیت ها هم باید در اردو در نظر گرفته شد و از طرف دیگه اصل تخصص هم در نظر گرفته شد و این یک به یکی دیگه برتری هم نداشته باشه و این جدول و یا قید قومی که در سند وزارت دفاع است این هم نمیپذیرین، بهترین راهکار چی است؟ ما با در اصل موافق هستم. قبلا خدمت شما گفتم که ما در اصل حضور اقوام در ساختارهای ملی همراه با شایستگی کرد و یکسان باشه موافق هستم. بیشتر آقای طاقت ما با نظر آخرش موافق هستم. یک تعداد زیاد افسرهای بسیار خوب ما که در گذشته تجارب دارن، تحصیلات دارن، بیرون ماندن، یک تعداد از بهترین مجاهدین و قماندان هم بیرون ماندن از امی اردوی فعلی ما و به دلیل مرزهای سیاسی که در حال فکر میکنم که مرزها دیگه وجود نداره، یک مرز داریم و یک سقف داریم به نام افغانستان و باید کلگی بر از امی کار کنن.
ما فکر میکنم که اصلی را که گذاشتن بسیار خوب است که همه اقوام دیگه باشند با امرو بشایستگی و اگر یکی دیگر را نفی کنه به نظر من غیر عادلانه است. حالا خود فیصدی ها یکی دیگر را نقص نمی کنه؟ دیگر فیصدی ها تا جایی که ما گفتم اظهار نظر نمی کنم به نظر من فیصدی ها با واقعیت ما مطابقت نداره، اما چون یک نفوس شماری صورت نگرفته، اگر ما بگویم که مثلا ما خودم یک تاجک هستم، ما بگویم که درصدی بر تاجک های 25 کم است، تاجک ها 31 درصد هستند، حتما یک نفر دیگه میگه که با نظر من مخالف میتونه باشه. برداشتی که خودم از افغانستان دارم تا جایی که من از کشور خود آشنایی دارم، درصدی ها را یک مقدار غیر واقعی میبینم و با واقعیت های ما مطابقت نداره، زیاد و کم هستند. اما اگر یک احصای خوب صورت بگیره، یک نفوس شموری صورت بگیره، ما فکر میکنم که کمک میکنه به تصحیح امی پروسه. اما اصل حضور عادلانه اقوام و حضور اقوام با اصل شایستگی در تمام ساختارهایی که ما برای ملی میگیم، من این پیشنهاد برای یک شرکت خصوصی ندارم که یک نفر فابریکه میسازه و در اونجا 20-25 نفر استخدام میکنه، حتما باید از کل اقوام باشه، چون یک شرکت خصوصی است، میتونه اگر این کار بکنه اخلاقا خوب است. اما در وقتی که بحث ساختار ملی میه، مثل دولت، کابینه، پارلمان، نهادهای قضایی، اردو و سایر نهادهایی که ما امور ملی میگیم، بدون حضور تمام اقوام یا غیر ملی است. سپاس. و خانم سعادت، با آینده این روند خوشبین هستیم؟ با آینده روند وزارت دفاع اگر تجدید نظر نکنن ما خوشبین نیستم، اگر تجدید نظر کنن هم در ترکیب فیصدی ها هم در شایسته سالاری، ما فکر میکنم که گپ مثبت خواهد، به خاطر اینکه از 85 تا حال همین فرمول بوده و چنانچه که میبینیم قدر نتیجه مثبت نگرفتیم که 52 درصد شما آمار بیشتر را کردیم که فرار کردم. اگر تجدید نظر صورت بگیرم نظر و سال از 5 سال تا این طرف همین فرمول افزایش سال قبلی را من گفته بودم. بله افزایش سال قبلی بود، آمار در افزایش سال قبلی که به اساس یک آمار شما دادین که فرار گفتیم. بله درصدی بیشتر شدن فرار از سال قبلی، از سال قبلی 52 درصد. خب اگر تجدید نظر صورت بگیرم من فکر کنم که بسیار بهتر خواهد بود، به خاطر از اینکه اینمی فیصدی را که شما ارائه کردین تنها به خاطر جلب و جذب نیست، به خاطر بورسیه ها، به خاطر ترفیعات، به خاطر امتیازات، همه موارد این معیار است. و ما مخالف ماده 22 قانون اساسی میدانم که در ماده 22 گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. یگانه معیار باید شایستگی باشه و همه اقوام ما شایسته های خود داره، همه اقوام ما متخصصین خود داره. این بهانه شده نمیتونه که فلان اقوام اقلیت هست و اونا تخصصی افراد متخصص ندارن، ما این را جدا رد میکنم. بهترین کادرها ما در اقلیت های خود داریم امروز، او را ما نمیتونیم که رد کنیم. با عنوان آخرین پرسش، اردوی ملی افغانستان تا 2014 با امی شیوه گزینش میتونه اردوی ملی سراسری مردم افغانستان باشه؟ ببینید، ما یکی از مخالفین آشتی ناپذیر حکومت آقای کرزی و شخص کرزی هستم و خواهم بود، اما باعث یک مخالف براتون میگم که اصل با وجود آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بخصوص اردوی ملی، پلیسی ملی و امنیت ملی، دستاوردهای ملی ما هستند. این دستاوردها را نباید یک سر رد کرد، بلکه باید در اصلاحشان کوشید و نقد کرد و انگشت بر نقاط ضعفشان گذاشت تا قوت پیدا کنند. ما بخواهیم یا نخواهیم، آینده افغانستان به دفاع از تمام طرز حاکمیت ملی از مردم ما و دستاوردهایی که فعلا تا حال ملت افغانستان داره با اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ما ارتباط میگیره و ما باید اینا را تشویق کنیم. خون سربازای ما همین لحظه که ما اینجا صحبت میکنیم در سنگرا میریزه، اولاد کشور هستن، از اینا باید دفاع پشتیبانی کنیم. البته این معنی از اون نمیشه که ما بر نقاط ضعف چنانچه در مورد درصدی ها گفتیم انگشت انتقاد نگذاریم، باید از اونا پشتیبانی و حمایت کنیم و باید از اونا دفاع کنیم تا اونا بتونن از ما دفاع کنن. تشکر فراوان مهمانان عزیز از حضورتان و از شما که بحث را صمیمانه دنبال کردین. نوبت به دیدگاه شما روی صفحه فیسبوک و شماره تلفن باقی نمان تا فردا شب که در خدمت حاضر میشیم با برنامه آماج دیگر. خدا نگهدار.